رحمان رهین با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شاگردان نازنی امیدوار هستم هر کجایی که هستین صحتمند باشین در ادامه درسای خود ما امروز عنوان تغییر در تعداد کروموزوم ها را می که آخرین عنوان ای فصلتان هست اولین عنوان هست تریزومی 21 یا سندروم داون که فقط برای شما در کتاب گفته و ما در پهلوی از او برای شما دو تا تغییر دیگه هم گفتیم میم دهی که ما در درس های گذشته خواندیم که گفتیم هر انسان در بدن خودش چند جوره کروموزوم داره؟ بیست و سه جوره از این بیست و سه جوره گفتیم بیست و دو جورهش چی هست؟ جسمی و یک جوره از او جنسی هست عنوان درس ما از تغییر در کروموزوم ها یعنی در تعداد امی 23 تا اگر تغییری به وجود بیاید در تعدادشان با دقت گوش کنین در تعدادشان یعنی از این 23 تا یا کم شوه و یا هم زیاد شوه مشکلاتی پیش میره میم اولین تغییر در کروموزوم ها را می که به نام ترایزومی 21 هست این به چی معنا یعنی کروموزوم 21 دو بار تکرار شده باشه ببینین اینجا در این تصویر شکل کروموزوم ها را می که از نمبر یک تا نمبر 22 اینجا علامت زدگی شده که اینها گفتیم چی هستن کروموزوم های جسمی هستند و در اینجا هم که یک جوره کروموزوم جنسی داشتیم X و وای هست که در مجموع 23 جوره کروموزوم یا 46 عدد کروموزوم هست در اینجا می بینیم که کروموزوم 21 به جایی که دو تا باشه سه تا هست پس ای هست ترایزومی 21 به نام ترایزومی 21 یاد میشه یعنی کروموزوم 21 سه دانه هست به جایی که دو تا باشه سه تا هست میبینیم که حالا این ترایزومی 21 و یا هم تکرار کروموزوم 21 که سه بار هست در انسان ها باعث چی میشه؟ این شکل می بینیم که یک شخصی هست یا یک طفل خوردی است که سندروم داون داره یعنی ترایزومی 21 در خود داره امی قسم که می بینیم شکل نرمال نداره اینال می با همدیگه علایم سندروم داون می خانیم. تمایل گوشه چشم ها به با بالا که اینجا شما تصویرش هم میبینین بینی کوچک و پهن تصویرش اینجا میبینین شکل غیر عادی گوش ها دهان کوچک و زبان بزرگ اکثرا این کسا که هستن زبانشان بیرون از دهنشان هست خیلی داخل دهنشان نیست نمیتانه کنترل ندارن یک خط صاف در کف دست هایش است که اینجا تصویرش شما میبینین شلی مفاصل یعنی مفصل های اینا شل هستند و در کنترل خودشان نیست مثل یک شخص عادی نمی باشند فاصله بین انگشت اول و دوم پا که در اینجا میبینین من برای شما یک تصویر دیگه آوردم که واضحتر هست ببینید پلکان مایل به سمت بالا هستند شکل گوششان غیر عادی هست نسبت به اشخاص نرمال اینجا گفتیم فاصله بین انگشت اول و انگشت دوم پایشان زیاد هست نسبت به افراد عادی و همچنان دستایشان میبینین پهن و کوتاه است و یک خط صاف و یا چین خوردگی در کف دستشان دارد پس اشخاصی که ترایزومی 21 دارن کروموزوم 21 در بدنشان سه عدد هست و به نام سندروم داون هم یاد میشه علایه میشه با هم دیگه دیدیم که در درس‌های گذشته اگه یادتان باشه ما خواندیم گفتیم اینا یک نوع مریضی های جنیتیکی هستن یعنی ارسی هستن و از یک و نسل به نسل دیگه چی میکنن؟ انتقال پیدا میکنن همچنان در پهلوی زی سن مادرها هم در ای ترایزومی ها نقش مهمی داره که در آخر ما برای شما یادآور میشه میم سر ترایزومی 18 یا سندروم ادوارد این را ما برای شما معلومات اضافی آوردیم در کتاب شما نگفته دو ترایزومی دیگر ما برای شما آوردیم که خوبتر بفهمید ترایزومی 18 یا سندروم ادوارد به این معنی که کروموزوم 18 سه بار تکرار شده باشه کروموزوم 18 سه بار تکرار شد امی قسم که میبینین اعداد کروموزوم ها تا 22 که قبلا براتون گفتم و یک دانم X و که ای -E از یک خانوم هست تصویر از کروموزوم های یک خانوم هست چون اینجا وای نداره در اینجا میبینین که کروموزوم 18 سه بار چی شده؟ تکرار شده میریم سر علایم بالینی سندروم ادوارد که شخصی که ترایزومی 18 داره و یا کروموزوم 18 سه بار در بدنش تکرار شده چه علائمی میتونه داشته باشه گوش ها تر از حد طبیعی قرار دارن گوش هایشان نسبت به شخص نرمال پایین‌تر قرار دارند. فاصله بین چشمایشان زیاد هست میبینین در تصویر هم شما؟ چانه یا زیناق بسیار کوچک دارند، در تصویر میبینیم پاهای گهوارهی دارن یعنی همین قوسی که در کف پاه اشخاص نرمال هست در اینها وجود ندارد این و اشخاص دستایشان همیشه چی هست؟ مشت شده هستن یعنی همیشه به حالت بسته می باشه همین قسم که شما در تصویر می بینین. خب گفتیم که اشخاصی که تریزومی هجده دارن علائمشون رو با همدیگه دیگه و کروموزوم 18 در اینها سه بار تکرار شده میم سر ترایزومی بعدی که به نام ترایزومی 13 و یا هم سندروم پاتو یاد میشه ای به این معنا که ترایزومی 13 به این معنی که کروموزوم 13 در ای اشخاص سه بار چی شده تکرار شده امی قسم که دوباره در تصویر میبینیم کروموزوم ها نمبر شده در اینجا کروموزوم 13 سه بار چی شده؟ تکرار شده میم سر کسایی که ترایزومی 13 دارن علایه میشه با هم دیگه در اینجا میبینیم فاصله بین چشمه هایشان بسیار کم است بینی پهن دارند شکاف کام یا لب میتونن داشته باشن که شما در تصویر میبینین گوش های اینا هم مثل ترایزومی ایجده از حد نرمالش پایانتر هست و تعداد انگوشتایشان بیشتر هست نسبت به نرمال یعنی اشخاصی که نرمال هستن پنج انگوشت دارن اما اینا میتونن شش و یا الا هفت انگوشت هم داشته باشن برای شما چند تصویر دیگه یاوردم که اینجا واضح نشان داده میشه این طفلی است که ترایزومی 13 داره و لبچاک هست مشکلش در این تصویر لبچاک هست در این تصویر دیگه با هم دیگه میبینیم که این طفل هم ترایزومی 13 داره اما قسمت ای چاک در لبش نیست در قسمت کامش هست که در این تصویر بزرگتر نشان داده شده بر شما و یا هم در اینجا برای شما گفته که میتونه اشخاصی که ترایزومی یا اطفالی که ترایزومی سیزده داره کامچاک باشه لبچاک یک طرفه باشه و یا هم هم لبچاک و یا هم کامچاک دو طرفه باشه میم دسر از ازی که گفتیم در پهلوی ازی که تعداد کروموزوم ها در ای امراض نقش مهم می داره یک دلیل عمده دیگه که می تانه باعث ای امراض شود در اطفال سن مادر هست مادران جوانتر از سی سال یک بر یک و ست هست یعنی مادرانی که سندشان از سی سال کمتر هست از 1500 تولدی که صورت میگیره احتمال از است که یک طفل به این ترایزومی ها دوچار باشه که گفتم ترایزومی 21, 18 و یا هم 13 مادرانی که 30 الا سی سال سن داره ای احتمال دو چند میشه یعنی در یک تا تولد احتمالا این دوچند احتمالش دو چند میشه دو طفل میتونه ای ترایزومی را داشته باشه مادران بالاتر از 45 سال یک بر 16 هست یعنی مادرانی که سندشان از 45 سال زیادتر هست در هر 16 تولد یک طفل میتونه ای ترایزومی ها را داشته باشد خب شاگردان عزیز ای بود از درس امروز ما که ما با همدیگه دیگه خواندیم تغییر در تعداد کروموزوم ها بود که ما ترایزومی 21 و در پهلوی ازو به خاطر معلومات بیشتر شما ترایزومی 18 و ترایزومی 13 را با هم دیگه با علائمش خواندیم و در پهلوی از که گفتم اینا امراض ژنتیکی هستند میتونن که سن مادر هم نقش بسیار عمده ای در انتقال این امراض و یا هم ترایزومی ها نقش مهم میدارن امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین تا درس بعدی خدایا رو نگهدار شد.